معاون یکم وزیر کارهای داخلی رهبری استادی بین دوروی مقامات حفظ حقوق و تامین امنیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان ضمن برآمد تاکید کردی واحدهای تعیناتی مخصوص میلیسیا در نبرد و مبارزه های وزنین از مکتب اصول های مختلف خدمت حربی را از خود کردند. ماز حمید دلیری رادمردان میهن است که از جانب سرفرمانده عالی قواهای مسلح کشور ژنرال ارتش محترم امام علی رحمان نیروهای مسلح کشور با تکنیک و تجهیزات موثر حربی در زمان صاحب استقلالی تامین گردیده به یک نهاد با اعتماد تامین کننده امنیت دولت و ملت تبدیل یافته است. علمشاهزاده عبدالرحمن علمشاه از درگیری ها و افزای ناامن و ناگوار منطقه و جهان یادآور شده تاکید داشت که گروه های تروریستی اکستریمیستی هر لحظه می توانند به آرامی و صلح و ثبات مانعی پیش آورند. از این رو باید مقامات های قدرتی علل خصوص واحدهای تعیینات مخصوص شبانه روزی خدمت نموده همیشه هوشیار و زیرک و برای پیشگیری تهدید و خطرهای جهان معاصر در همه حالت و مقابل گروه های تروریستی و اکستریمیستی مبارزه بی‌امان برند. امروز ها که جمهوری تاجیکستان در استانه جشن 30 سالگرد استقلال دولت جمهوری تاجیکستان و 20 سالگی سازمان همکاری شانگهای اینچنین جلسه سران دولت های اتحاد امنیت دست جمعی قرار دارد برای در سطح بلند سیاسی دایر نمودن چاره‌بینی های مهم از هر یک ما خدمت صادقانه را تقاضا می نماید. ذکر گردید که در دیدبانگاه ها مناسبت خوب با مردم را براه مانده و کمبودی ها ضمن خدمت راه نداده همیشه زیرک و هوشیار باشند. وظیفه اولین درجه کارمندان مقامات کارهای داخلی خدمت به مردم و حمایه منفیات های ملی می باشد. رسالت تاریخی واحدهای تعینات مخصوص این پیش از همه مبارزه به امان بردن بر ضد همه گونه پدیده های نامطلوب که آسایشتگی مردم را خلردار می سازند به حساب می رود. گفته شد که واحدهای تعینات مخصوص ملیسیا در شرایط کوهی برای اجرای مشق های عملی و تاکتیکی از خود مهارت بلند نشان می دهند. حیات شخصی این نهاد قدرتی همیشه به مشق و تمرین مشغول شده چوست و چالاک و همچون رادمردان اصیل وطن مادر وظیفه های خدمتی خود را در سطح بلند اجرا می نمایند. حیات شخصی واحدهای تعینات مخصوص نوابسته از فصل سال در همه شرایط ها برای به ضرر گردانی گروه های تروریستی و اکستریمیستی مهارت بلند خدمتی را از خود نشان می دهند. در پیشگیری و برطرف نمودن آشوب های عموی ازدحام های گروهی با همه شرایط های زمان واسطه های مخصوص تکنیکی و سلاح و لوازمات حاضر زمان تامینند و هر لحظه قادرند که با قدرت و اقتدار خود همه پدیده های نامطلوب را در جامعه سری وقت برطرف نمایند. در مبارزه با گروه متشکل جنایی و گروه های نشتجلاب همیشه در صف پیش مبارزه قرار داشته با دلیری و مردانگی برای نیست و نابود و مصادره یراق و اسلحه از گردش غیرقانونی مواد مخدر نقش بارز دارند. در واخری از حیات شخصی این نهاد قدرتی انتظام قطعی را طلب کرده از ایشان مشق و تمرین و عملهای تاکتیکی آب و تاب بدن و در اجرای وظیفه های بر دوش داشته همیشه چالا که زیرک بودن را تقاضا داشت. قید شد که حیات شخصی در اجرای دستور و سپارش های رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان با سوگند حربی صادق بودن خود را ثابت نمایند.